بینندگان عزیز ما، امروز اومدیم که بریم اولین جلسه درسمون رو در پیدایش و خلقت خدا و امرای کشورماز عزیز داشته باشیم. بله، میدونم که خداوند نه فقط دردای شما رو میبینه، بلکه راه حل‌ها رو هم میدونه. پس این فقط درس نیست که اطلاعات شما اضافه بشه، بلکه شفاست برای دردهای شما و برای اینکه زندگی شما تبدیل بشه. حتما با ما باشید. بینندگان عزیز، امروز میخوایم به پیدایش بریم، به همون نقطه آغازی که ازش صحبت کردیم، و میخوایم ببینیم که در زمان خلقت چه اتفاقی افتاد. توی باغ عدن خدا ما رو به چه صورتی آفرید؟ بله، خیلی مهمه که بریم به ریشه ها. میدونم مسائل ما خیلی عمیقه، خیلی مسائل و مشکلات رو با شروع به رو هستیم، بعد میگیم حالا خب حالا بریم مثلا پیدایش ببینیم خدا چی گفت، چه ربطی به زندگی ما داره. ولی خیلی ربط داره. هر مورد و مسئله رو باید مثل یک دکتر باید ریشه یابی کنی، ببینی که ریشه مشکل کجاست و اون ریشه رو حل کنی. دلیل این که میریم به پیدایش تا ریشه مشکلات من و شما پیدا بشه و حل بشه. دقیقاً. حالا میریم پیدایش باب 1 آیه 26 و 27 رو میخونیم. میگه آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند. یعنی تأکیدی که هست اینجا بر واژه انسانه، نمیگه که مرد را، نمیگه که آدم را. آدم را استفاده میکنه واژه آدمی که به صورت عام به کار رفته، نه واژه آدمی که به صورت خاصه و اسم آدمه. در واقع داره به انسان اشاره میکنه. برای شاید مهمترین نکته برای شروع باشه، چون برابری مرد و زن رو خیلی‌ها فکر می‌کنن در قرن 20 دیگه زن‌ها بیدار شدن و حالا میخوان حقشون رو بگیرن و میخوان اعلام میکنن یک ارزش قرن 21ه، فکر میکنن آره دیگه مدرن، بابا قدیمیه. از همون صفحه اول تورات که خدا انسان رو خلق کرد، مرد و زن رو اینطور آفرید و خیلی قشنگ میگید که میگه ایشان رو به شکل خدا آفرید و ایشان را نرومادده آفرید و ایشان را آدم نام نهاد. پس آدم فقط مال مذکر نیست، روحم جمع بزنی آدمه، یعنی مرد و زن با هم به شباهت خدا آفریده شدن. دقیقا. یعنی جدا جدا یه چیزیشون کمه از شباهت خدا. دقیقاً همینطوره. یعنی این چیزی که داره میگه توی همین چند باب اول، باب اول پیدایش، چند آیه اول کاملا داره اشاره میکنه. اولا هر دو رو داره، همش میگه ایشان. میگه توی باب آیه 27 میگه پس خدا انسان رو به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. خدا ایشان را برکت داد، یعنی هر دو رو برکت میده، یکیشون رو برکت نمیده. میگه خدا به دیشان فر مود باربر و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید. یعنی دقیقاً سه تا فرمانی که داره توی باب اول میده، یکی باربر و کثیر شدنه به هر دو میده، آدم و هوا هر دو باربر و کثیر بشین، به صورت خدا آفریده شدن، و مسئله دیگه‌ای که داره هر دو برای تسلط و پادشاهی روی زمین آفریده شدن. بله، میگه خدا هر دو رو یکی میبینه. همطور که صحبت کردیم زن و مرد با هم خدا مکمل هم میبینه، جدا نمیبینه. میگه اینها رو شبیه خدا آفرید، بعد شروع میکنه به هر دوشون برکت دادن، به هر دوشون اقتدار دادن، از هر دوتاشون خواستن. هر چی که از مرد میخواد از زن هم میخواد، برابری مرد و زن. البته اینا بعد صحبت بکنیم، وقتی راجع به برابری صحبت میکنیم داریم چشم و دل خدا رو داریم میگیم، خدا اینا رو چطور میبینه. وگرنه بعد خود خدا مرد و زن رو یکی نیافرید. یه اشکال اینجا هست برنادی جان، فرق بین برابر بودن و یکی بودن از لحاظ جسمی، از لحاظ روحانی، یا شبیه بودن به هم. خدا ما رو شبیه هم نیافرید، ولی از لحاظ ارزشی، از لحاظ اون چیزی که از ما میخواد، اونطور که به ما نگاه میکنه خدا هیچ فرقی، من اینو با اطمینان میگم، کتاب مقدس رو میخونی، از شش خدا از لحاظ ارزشی
بین زن و مرد هیچ فرقی نیست. این نیست که دو تا زن یه مرد، نه نیست. خدا هیچ جایی کلام اینو نمیبینی که زن رو نصف ارزش مرد بدونه، نه. هر دو رو با ارزش میدونه، ولی ماموریتشون یه مقدار فرق میکنه. بعد زیباییش اینه که گرچه با هم فرقهایی دارن، ولی این دوتا رو جمع بزنیم میشه تصویر خدا، نه. یعنی نه مرد نه زن به تنهایی تصویر کامل خدا نیستیم، نه. یه چیزهایی رو خدا در زن قرار داده که خودش داره که در مرد نیست، که اون شبیه خداست. شخصیت و خصوصیاتی که خدا به زن داده به مرد داده یه مقدار فرق میکنه. دلیلش هم اینه که خدا هر دوست، خدا هر دو رو شبیه خودش آفرید. و از اونجاست که شما خیلی قشنگ آیه بعدی رو باز میکنی که خدا میاد و برکت رو به هر دو میده، اقتدار رو به هر دو میده. اقتدار خیلی مهمه، بله. چون که توی ازدواج ها و اصلا مسئله زناشویی اینه که کی اینجا سره، کی اقتدار داره. البته سر بودن هم بعدا توضیح میدیم، بله، در آیه تحقیق بله. اشاره ای که کردن باید توضیح بدیم، اینا رو باز میکنیم برای مهندگان. ولی همطور که میگیم واقعا تفاوت های جنسیتی، احساسی، فیزیکی، همه اینا وجود داره و ما هیچ کدومو نمیخوایم رد کنیم، اما چیزی که هست این صورت خداست که در و تکامل خلقته که توی زن و مرد در کنار هم اتفاق میفته و این تفاوت‌ها نه تنها مانع انجام کار خدا نمیشه، بلکه این تفاوت‌ها نیازه که این کار خدا رو به کمال برسونه. مثل یه سمفونی زیبا میشه این تفاوت‌ها در کنار هم دیگه، مثل صدای سازهایی که متفاوته توی سمفونی، ولی وقتی که کنار هم قرار گرفته میشه اون صدای زیبای ارکستر شنیده میشه. درسته. ولی اینجا که میگه حکومت کنیدم خیلی مهمه، چون شما این اشاره کردید، این نیست که خدا مثلا به یکیشون به مرد گفته تو حکومت کن، به زن تو سری بخور، نه. این نیست، نه. که تو رئیس او مرعوس، تو سر او ته، اینو نمیبینیم تو کلام خدا. به هر دوتا اقتدار داده. ما وقتی راجع به اقتدار زنها صحبت میکنیم، باز اینو توجه کنید، نقششون فرق میکنه ولی ارزش و اقتدارشون یکیه. هر دو شبیه خدا آفریده شدن، هر دو باید حکومت کنن، هر دو باید دنیا رو پر کنن، بارور و کثیر. فقط هم مسئله بچه ها نیست که حالا بچه دار بشید، مسئله اینی که تو دنیا شما باید پرثمر باشید، تو دنیا تو زندگیتون باید ثمره بیارید، باید مفید باشید. این نیست که مرد مفید زن بیفایده، تو اصلا به درد هیچی نمیخوری. زنها هم خونده شدن، یکی از بهترین تاجرها زنها هستن الان در دنیا، خیلی از زنها در مقامات حکومتی هستن، خیلی هم خوب دارن عمل میکنن، این دارن کم کم به اون سمتی میرن که خدا میخواسته. ولی این از مال قرن 21 نیست، مال اول خلقته. دقیقاً. آره. اینا واقعاً یه آیات انقلابی و جنجالیه توی زمانی که واقعاً زن رو فقط به عنوان یه کالا نگاه می‌کردن، زن یک موجودی بوده در خدمت مردا و برای رفع نیازاشون. میاد خب موسی که کتاب پیدایش رو می‌نویسه، در زمانی که همچین فرهنگی حاکم بوده، خدا اجازه میده کلامش در کلام چنین آیاتی نوشته بشه و قلب خودش رو نسبت به انسان و نسبت به زن داره اینجا باز میکنه که من زن برای من با مرد هیچ فرقی نداره، هر دو رو میگه آفریدم، هر دو انسانن، هر دو به صورت من آفریده شدن، شبیه من هستن و برای پادشاهی هم طور که فرمودین و میگه بر زمین تسلط پیدا کنین، بارور کسی بشین. پس سه فرمان اصلی که داره خدا به آدم میده، به آدم و حوا داره میده، به یکیش نمیده، فقط به آدم داده نمیشه. درسته. و بعد وقتی که ارزش انسان و ماموریتی که آدم و حوا زن و مرد دارن رو میخونیم، بعد میاد اونجا ازدواج و رابطه شون رو با هم تعریف میکنه در فصل بعدی. یعنی هم انسان، آدم و حوا، زن و مرد شخصی برای خدا مهمن، هم جمعشون برایشون یه طرحی داره. خدا نه فقط برای تک تک ما یه طرحی داره، برای اون زن و شوهر یا مرد و زنی که به هم میپیوندن هم یه طرح دیگه ای داره، طرح بزرگتری داره. باز از همون اول حالا این طرح رو ببینیم، حالا ما واقعا تعجب خواهید کرد، واقعا شوکه خواهید شد، چون اون چیزی که تو پیدایش در ابتدای خلقت خدا برای تو که زن هستی، برای تو که مرد هستی گفته، با اون چیزهایی که به شما میگن کلی فرق داره. طرح ازدواجی که
تو همون فصل اول تورات میبینی انقدر زیباست که تو تکان خواهی خورد که خدا چطور از ابتدا همچین طرح و قشنگی رو برای زن و شوهرها خلق کرده. پس چی شده که این تو جامعه ما میگن مرد بعد این کارو بکنه؟ چرا حق رو به مرد میدن؟ چرا قانون به نفع مرده؟ چرا فرهنگ ما اینطوره که زنها محکومن مظلومن؟ تعجب خواهی کرد که این اراده خدا نیست. اون چی که به اسم خدا به شما دادن اراده خدا نیست. اراده خدا رو تو همون کتاب تورات و چه طرح زیباییه خواهیم دید. توی آیات جلوتر که میریم توی باب 2 پیدایش آیات 18 ببینیم خلقتی که خدا آفرید و همه چیز رو میگه نیکوست. هر چیزی که خدا میآفرینه میگه نیکوست. ماهیان دریا میگه خدا دریا رو آفرید گفت نیکوست، نمیدونم جنگل رو آفرید، حیوانات رو آفرید گفت نیکوست. اما به یک جایی میرسیم خیلی جالبه، وقتی که آدم رو خدا میآفرینه. این آیه خیلی دوست دارم من برادرامون، میگه نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای اون میسازن. یعنی نشون میده در اوج آدم میاد، در اوج نقطه خلاقیت خدا آدم خلق میشه. همه خلقت رو وقتی خدا میسازه آدم رو که نقطه اوج این خلقت بوده میآفرینه، و وقتی که این موجود رو که نهایت خلاقیت خدا بوده آفریده میشه، خدا نگاش میکنه میگه نیکو نیست، مثل اون بقیه خلقت من که همه چی کامل بود، احساس میکنه که این هنوز کامل نیست، یه چیزیش کمه، یک کمبودی داره، و میگه معاونی موافقون، میگه یاور، یا تو این ترجمه میگه یاور، تو ترجمه قدیم فکر کنم میگه معاون، بله، و که میاد زن رو میآفرینه. حالا جالب این واژه‌ای که استفاده میشه اولا برای یاور یا همون معاون موافق، خیلی هم میگن خب زن اومد آفریده شد برای چی؟ برای اینکه در خدمت مرد باشه. زن بعد از مرد آفریده شد، نمیدونم زن پس دوم، اول آدم. اینا رو حالا تو جلسات بعدی بیشتر باز میکنیم، ولی میخوایم به این واژه یاور یا همون همراه یه مقدار اشاره کنیم که این واژه چه واژه‌ای بوده توی اون زمان و توی زبان عبری. بله، خب اینجا معاون یا یاور که میگه، اولین طرز فکر ما عکس العمل ما اینه که خب معاون یک کمی پایین تره، یک کمی مثلا اومده اینو کمک کنه، خودش کسی نیست مثلا برای کمک این آفریده شده. ولی توی کتاب مقدس، تو خود همون تورات، این کلمه معاون رو جاهای دیگه ای که میبینی، میبینی نه اصلا این معنی رو نداره که این کمتره پایین تره. برعکس، معاون بقیه کتاب مقدس در تورات راجب خود خدا صحبت میکنه. همین کلمه، همین کلمه رو مثلا در مزمور 115 آیه 9، من اینو بازش کنم، مزمور 115 آیه 9 میگه که خدا معاون و سپر ایشان است. خود خدا معاون، معاون پس از من کمتره؟ معاون کمتر بودن نیست، معاون همکار و همراه بودنه. تازه برعکس، خیلی جاها معاون جایی که از نقطه نظر اقتداره، یعنی کسی بالا سری که به پایین، یعنی به پایین تر از خودش کمک میکنه. تا میکنم اینه شما خوب باز کنید. بله دقیقا، این واژه‌ای که به کار رفته، میگه 20 مرتبه توی کتاب مقدس این واژه یاور استفاده شده یا معاونی موافق، که 16-17 مرتبه اون اشاره به یهوه است، یعنی یهوه یاورتون میباشد، یعنی کسی که میاد به دادت میرسه، یا اون معاونی که داره میگه یاوری که میاد تو رو مدد میکنه که به تو کمک کنه، به داد تو برسه، تو رو نجات بده، در واقع مثل نجات دهنده است. و چند مرتبه بقیه هم که اشاره شده اومده، یا به ارتش‌های قوی بوده که اشاره شده، و یا به قوم‌های خیلی قوی بوده، ارتش‌ها و قوم‌های خیلی قوی رو استفاده کرده. پس اصلاً این واژه‌ای نیست که مفهومی که در اون هست مفهوم زیردست و خدمتکار و یه جنس دست دو باشه، بلکه تمام زمان‌هایی که این واژه استفاده شده توی کتاب مقدس، واژه‌ای هست که برای یا خداونده و یا ارتش‌های قوی و قوم‌هایی که میان کمک می‌کنن، مدد می‌کنن و به داد قوم اسرائیل میگه میره.
و این یک به نظر من واقعا یک مکاشفه خیلی بزرگه و درک و فهم این میتونه کلی نگرش ما رو عوض کنه و کمکمون کنه. بله، معاون یا یاور در حقیقت بخوام جمع بندی کنم، وقتی که یک قوی به یک ضعیف کمک میکنه. دقیقا. یعنی خدا یه چیزهایی رو در زنها قوی ساخته که ما مردها احتیاجش داریم، و یک زن با قدرتهایی که داره، با نقاط قدرت خودش، باید به همسرش کمک کنه، ضعفهای او رو بلند کنه. معاون این نیست که من رئیسم، تو هرچی من به تو میگم انجام بدی. معاون کمک کننده است. معاون کسیه که در سختیها ما رو بلند میکنه، در ضعفها ما رو بلند میکنه و ما رو تقویت و تشویق میکنه. مثل روح القدس در عهد جدید، روح القدس میگه یاور شماست. اصلا رسما همینه. پس اینی که بعضیا میگن پس خداوند گفته زنها معاون، شما دیگه پس ما رئیسیم، شما معاون مایید، هر چی میگیم انجام بده، این نیست. ما سریم شما. این اینجا اشتباه کردید. نقشه خدا از ابتدایی نبوده. زن و مرد در کنار هم دیگه، هر دو به هم احتیاج دارن، هر دو هم دیگر رو کامل میکنن و بدون یکی اون دیگری تنها میمونه. واقعا همینطوره و زیبایی خلقت و زیبایی این رابطه در همینه. همطور که صحبت کردیم قبلا هم، واقعا وقتی که این رابطه توی این شرایط قرار بگیره، یک رابطه سالم میشه. وقتی که زن و شوهر توی هر شرایطی همدیگر رو همراهی میکنن، همدیگر رو بلند میکنن، همدیگر رو کمک میکنن که طرف مقابلشون به اون هدفی که داره در خداوند یا در زندگیش هدفی که گذاشته برسه، همدیگر رو یاری میکنن، کمک میکنن، مدد رسان، و این یک واژه بسیار پرجلاله. به هیچ عنوان نشانه به پایین بودن زن نمی کنه. همین اینجا من این آیه که میگه معاونی موافق وی بسازم، یعنی یه طرحی که بهش بخوره. اون طرحیه که من قدرت ها و ضعفاش رو میدونم، یکی رو میسازم که کنارش باشه، باهاش باشه و ضعفای او رو پر کنه، با همدیگه کامل بشن. موافق وی یعنی بهش میخوره، یعنی هم قدرت ها و ضعف ها اینا به هم میخورن. و یه نکته اینجا برای من خیلی تکان دهنده است، میگه خوب نیست که آدم تنها باشد. یعنی مسئله اینی که خب آدم خدا رو داشت، با این وجود خدا میگه که آره من هستم، ولی تو هنوز به یک همسر احتیاج داری، به یکی دیگه احتیاج داری. تنهایی تو فقط با من پر نمیشه. خیلی ها هستن که واقعا احساس تنهایی میکنن. تنهایی یکی از بزرگترین بدبختی های بشره. یعنی حتی کسانی که ازدواج کردن، شاید خود شما که ازدواج کردی، شاید الان همسر داری، بازم تو ازدواجت هم میگی من چقدر تنها. این اراده خدا اولینی که به خودش وصل بشی، دومی که ازدواجت رو طوری شفا بده که زن و شوهر با هم اون رابطه‌ای رو داشته باشید که تنهایی های همدیگر رو هم پر کنید. مسئله فقط هم زن نیست که تنهایی مرد رو برداره، زن هم بدون مرد تنهاست، مرد هم بدون زن تنها. تنهایی که اینجا میگه یعنی کمبود داری، یه کمبود داری و خداوند کمبودهای تو رو استفاده میکنه. من و همسرم خیلی با هم فرق داریم و جایی که من ضعیفم او قویه. مثلا بگم من خیلی موارد من همش به آینده نگاه میکنم. میگم امروز مهم نیست، فقط آینده، بریم برای آینده زندگی کنیم. همسرم و خدا کنارم گذاشته، بگه امروز هم استفاده کن، امروز هم از زندگی لذت ببر، امروز هم مهمه. میدونیم من خیلی برنامه ریزم، حتما باید همه چی دقیق باشه. همسرم میگه نه، گاهی هم باید همینطوری یهویی. اینا هم دیگر رو کامل میکنه روحیه ما. دقیقا همینطوره. واقعا تو زندگی من و همسرم هم همینطوره. واقعا من و موسا همینطور هستیم. خیلی جاها من واقعا ضعف دارم، واقعا احساس میکنم که اینجا احتیاج دارم به یک نگاه دیگه، به یک نگرش دیگه، یکی که زاویه رو از یه زاویه دیگه داره قضیه رو میبینه. یک نگاه کافی نیست. بعضی وقتی زاویه رو عوض میکنی، همه چی شرایطت هم متفاوت میشه. و واقعا وقتی که دو نفر درست کنار هم قرار بگیرن، فکر میکنم که این زوایای نگرش مختلف، این احساسات مختلف، سلیقه های مختلف میتونه کمک کنه که به یک اعتدال برسیم. همون که تو کلامم میگه کار اعتدال شما بر همگان آشکار بشه.
این تو چقدر قشنگ میشه، زیبا میشه توی یک رابطه زناشویی زن و مرد بتونه این رابطه به اون اعتدالش برسه. آمین. در آیه بعدی، در پایین تر، در فصل 2 آیه 23 و 24 دیگه کاملا اون طرح رو میبینیم که زن و شوهر یا ازدواج باید چه طرحی باشه. دقیقا. بله. خیلی زیباست. اینجا میگه اولین شعر خلقت اینجا شکل گرفت و این شعری بود که آدم برای حوا همسرش سرود. میگه این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم و او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. البته اینجا زن و مرد همون ایش و ایشاست در زبان اصلی. میگه این است ایشا که از ایش گرفته شده. یعنی مرد وقتی که آدم همسرش رو دید احساس میکنه، میگه این کسیه که به شباهت منه، این کسیه که از درون من انگار در اومده. میگه این ایشاست، از ایش گرفته شده و بلند شده. و این خیلی اولین شعر خلقت برادر اومد شما. قشنگ میگفتی، گفتی پیدایش بیشتر حالت شاعرانه داره و اینجا یه شعر عاشقانه است. همین آهنگای عاشقانه که مردا برای زنا میسازن، اینجا اولیشو آدم برای هوا ساخت. آره. بعضی حالا بعضی مثلا میان فکر میکنن که گناه، حالا ایمان میارن و میگن نه، فقط برای خداوند بعد سرود بخونیم، فقط بعد خداوند رو پرستش بکنیم، برای همدیگه نه. بعد میدونن اینو اتفاقا اینجا یه الگویی هم به همسران میده که برای همدیگه میتونید سرودهای زیبا بخونین عاشقانه. خداوند تو کلامش جای مختلف هم اینو میده. و چقدر این شعر زیباست. میگه این استخوانی از استخوانهای از جنس منه، از مدل. چون بقیه یه خلقت رو میگه قبل از آفرینش زن، خدا میگه میره آدم بقیه یه حیوانا رو بین همه حیوانات، بین تمام خلقت میگرده و کسی رو پیدا نمیکنه که شبیه خودش باشه. برای همین به وجد میاد از دیدن حوا، یعنی در واقع زنش. بله. آمین. یه چیز قشنگ اینجا میگه خدا زن را آفرید و وی را به نزد آدم آورد. حالا خودتو جای آدم بذار، یه زنی رو آوردن هنوز باش آشنا نیستی دیگه. این اینجا برای من خیلی نکته مهمیه، چون بعضیا میگن آخه من قبل از ازدواج زنم رو درست نمیشناختم، اینا برای من انتخاب کردن، من نشناخته ازدواج کردم. میخوام اینو بگم، هر ازدواجی نشناخته است. تو اصلا زن تو مثلا چند ماه دیدی، بعدن میفهمی این کیه. فکر نکن که حالا چون نمیشناختی برات پیدا کردن، بهت انداختن. بعضی میگن اینو به ما، این همسر رو به ما انداختن. نه، هر ازدواجی نشناخته است، چون تو طرف مقابل رو نمیشناسی تا اینکه ازدواج کنی. ولی آدم نشناخته، چون خدا بهش داده بود، به خدا اعتماد میکنه. هنوز نفهمیده که این زن خوبه بده، کنار من قرار خواهد گرفت نخواهد گرفت، بلافاصله او رو از خدا میپذیره. اینجا یه نکته مهمه، همسر ما هدیه ای از خداست. آمین. هدیه ای از خداست. میگه نمیشناسم، اینم نمیشناخت، ولی خدا بهش داده بود. میگفت چون خدا تو رو به من داده، من تو رو میپذیرم. ندانسته، هنوز نشناخته، استخوانی از استخوانهایم، یعنی تو از خود من هستی. بزرگترین درد ازدواج طرد شدگیه. زنه به شوهرش میگه تو اون نبودی که من میخواستم. چه دردی. یا زن یا شوهر به زنه میگه تو اون زنی که من میخوام نیستی. خیلی درد داره، خیلی درد داره. و شفاش اینجاست که میگه تو رو خدا به من داده. آمین. بله. باز هم برمیگردیم به این حقیقت رو خواهید شناخت. آمین. و حقیقت رو ما را آزاد خواهد کرد. واقعا چیزی که اتفاق میافته در خلقت، پس میبینیم که قلب خدا برابری زن و مرد بوده، یک طور نگاهشون کرده، ارزش برابر دارن و وظایفی که بهشون سپرده شده یکسانه و هیچ تفاوتی از منظر خدا بین زن و مرد وجود نداره. و اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه در بابهای بعدی میبینیم که چی هست و در جلسات بعدی بهش میپردازیم. آمین. خب پس با هم دعا میکنیم و خداوندی که ازدواج رو طرحش رو ریخته، خداوند میدونه یک ازدواج چطور باید موفق باشه. وقتی طرفین خودشونو، مرد و زن خودشونو به خداوند میسپارن، اون موقع خداوند بدترین ازدواج رو بهترین میکنه. این قدرت رو داره. حتی اگر حتی همسرتو ندیدی و
فقط شب ازدواج باش آشنا شدی. باز هم خدا این اقتدار رو قدرت رو داره که زندگی تو رو شفا بده. خداوند رو دعا میکنیم، خداوند تو شفا دهنده جسم، شفا دهنده روح، شفا دهنده ازدواج ها هستی. خداوند برای به خصوص برای خانمای عزیزم دعا میکنم که عزیزان تو هستن، تو دردهای اونها رو دیدی، تو غمهای اونها رو دیدی. خداوند میگه من غم تو رو دیدم، اشکای تو رو دیدم، من به داد تو میرسم، من برای تو جواب دارم، من اشکای تو رو پاک میکنم و قلب تو رو از شادی خودم پر میکنم، من از طریق تو خانوادت رو شفا خواهم داد. به من بچسب، به من بچسب، چون جواب تو من هستم. آمین. خدا رو شکر میکنیم برای این جلسه هم که داشتیم و کلام خدا رو شنیدیم. در برنامه بعدی همراه ما باشید. شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. تا بعد. خونه ترابط خوش اومدیم. جوزف هستم و امروز با هم دیگه قراره که یک مرغ ماست هندی بسیار بسیار لذیذ و خوشمزه رو امتحان بکنیم. شروع میکنم با ادویه ها، نمک، فلفل سیاه، ادویه انبه. اگر توی دسترستون نبود هیچ اشکالی نداره، هر ادویه‌ای که دوست دارین استفاده بکنین. ادویه مورد علاقه من انبه است و اورجینال این غذا رو با ادویه انبه طعم‌دارتر میکنه. تخم گیش نیست، ادویه کاری، مرغ، مرغ پوست کنده شده، تمیز شده و خرد شده، تیکای کوچیک. بازم سلیقه من، دوست دارم انقدی باشه. ماست چکیده و گوجه، چوب دارچین، برگ بو، سیر، بادوم زمینی بوداده شده، حتی طعم‌دار شده اگر دوست دارید، و پیازداغ فراوون. بریم برای شروع سمت گاز و استارت بزنیم این غذای عالی و خوشمزه رو با هم دیگه. اومدیم این سمت که شروع بکنیم به پخت. من میخوام به شما امروز خمیر سیر رو آموزش بدم. خمیر سیر سیریه که حسابی له شده. من یه روش خوب برش بلدم که الان با هم انجام میدیم. سیر رو میارید با این قسمت پهن چاقو لهش میکنید یه مقداری و از نمکی که میخواین توی غذا استفاده بکنید، از همون مقدار نمک رو اینجا استفاده میکنید. یعنی اینو میریزیم روی سیر و دوباره با این قسمت چاقو، با پهنای چاقو روی تخته میکشیم و اینطوری ما یک خمیر سیر عالی داریم.
همینطور ادامه میدیم تا عطر و بوی سیر تمام آشپزخونه رو بگیره. خب حالا هرچی که نیاز هست رو بخوایم خرد بکنیم الان خرد میکنیم. گوجه فقط برای اینکه یه مقدار رنگ غذای ما شادتر و بهتر بشه، وگرنه خیلی تأثیر توی طعم و مزه نداره. فکر میکنم همینقدر کافیه. خب ما میخوایم دوباره طبق روال غذاهای شرقی از روغن داغ استفاده بکنیم و بعد ادویه‌مون رو بهش اضافه بکنیم، به خاطر اینکه عطر و بوی ادویه‌ها بیرون بیاد. دونه‌های گیشنیز رو اضافه می‌کنیم، برگ بو، فکر می‌کنم دو تا برای این مقدار مرغ، دو تا سه تا کافیه. چوب دارچین رو اضافه می‌کنیم، همینطوری درسته که بعداً بتونیم بعد از اینکه می‌خوایم پخته شد و خواستیم سروش بکنیم چوب دارچین رو از توش در بیاریم، برای همون من خیلی خوردش نمی‌کنم. و اجازه میدیم یه ذره سر صدا بکنه توی مایتابه و بعد بقیه چیزا رو اضافه میکنیم. خب الان باید ادویه هامو بهش اضافه بکنم، ادویه کاری، ادویه انبه، فلفل سیاه و نمک هم که یه عالمه توی روی سیر ریخته بودیم برای خمیر کردنش. البته اگر دیدیم نیاز هست دوباره اضافه میکنیم. این چیزا چیزایی نیست که من باید به شما خانمان ایرانی یاد بدم. خب خمیر سیرمون رو میخوام بهش اضافه بکنم. اینجاست که یه دفعه تمام اهل خونه میان سمت آشپزخونه، میگن بوی چیه داره میاد، چون این بوا خیلی آشنا نیست توی آشپزی ایرانی و بوییه که ذائقه ما ایرانی ها رو تحریک میکنه حسابی، نه فقط ایرانی ها، تمام فارسی زبان ها، برای اینکه بسیار بسیار وسیع دامنه ادویه های هندی و میشه توشون ادویه هایی پیدا کرد که ذائقه ما رو یه ذره قلقلک بده. خب توی این مرحله که داره شروع میکنه به سرخ شدن و سر و صدا کردن، ما مرغ اضافه میکنیم که یه کوچولو هم مرغ با این ادویه ها تف بخوره. من از کمتر از یک مرغ استفاده کردم، بهتون توضیح دادم موادی که من در نظر گرفتم حدوداً برای 5 نفر 6 نفر خوبه، کافیه. خب من الان مرغ رو با ادویه هام تف میدم. از همین الان میتونید معجزه توی این مایتابه رو ببینید. خب اصلا نگرانی نباشید که ادویه هاتون داره میسوزه. این بوی دودی و سوختگیه که حسابی میتونه یک انفجار درست بکنه توی وقتی که لقمه رو میخورید توی دهنتون. من پیشنهاد میکنم که همیشه حداقل هفته یه بار این غذا رو داشته باشید. اون موقع که من غذا رو تازه کشف کرده بودم هر 2-3 روز یه بار درست میکردم، اینقدر خوشم اومد از این غذا. الان حسابی مرغ ما با ادویه‌هامون تف داده شده و رنگ مرغ کاملا عوض شده. بقیه مواد رو بهش اضافه میکنم. میخوام پیازاقی که از قبل درست کردم رو به مایتابه هم اضافه بکنم. پیازاق خودش یه بمبه دیگه، چه برسه بخواد با بقیه این مواد قاطی بشه و بشه یه چیزی که نمیتونیم باورش بکنیم. ما پیازاقمون رو الان اضافه میکنیم. خب
حالا یه کار عجیب غریب، خواهیم ماست رو بریزیم توی مرغ. ولی از الان بعد باید شعله گازمون کمتر بشه. ماست چکیدمون رو به مرغ اضافه میکنیم. پشیمون نمیشنه این کار، مطمئن. خب به اندازه ای که یه مقداری تمام قطعای مرغمون آغشته بشه با ماست، خیلی لازم نیستش که تلاش بکنیم مرغ ماست همه جا برسه، در حدی که همه جای مایتابه باشه. خب فکر میکنم متوجه شده که چه مقدار باید ماست رو اضافه بکنیم. من تقریبا 500 گرم ماست چکیده اضافه کردم به یه دونه مرغ کاملمون. از یه دونه مرغ کامل یه ذره کمتر، چند تا تیکه کمتر. خب الان میخوام گوجه ها رو اضافه بکنم فقط برای زیبایی و بادوم زمینیمون رو یه مقدار با دست یه کوچولو، فقط برای اینکه عطر و طعمش رو آزاد بکنه توی غذا. و از باغچه کوچولو میخوام یه مقدار گیشنیز به غذام اضافه کنم. نمیخوام کاتش بکنم با چاقو، میخوام عطرش، قیافش و رنگش توی غذای من یک اثر خیلی خوب بذاره، برای همین کاتش نمیکنم. همین طوریش هم خیلی عالیه. خب ما به مرغمون آب اضافه نمی کنیم، درش رو می زنیم تا خود مرغ آب بندازه با ماست قاطی بشه و اون غذا، این مرغمون خیلی خیلی ترد و خیلی خیلی آبدار میشه. وقتی یه قاشقش رو می زنیم تنه توی دهنتون آب میشه. میریم برمیگردیم و وقتی که برمیگردیم غذا رو سروش میکنم براتون. خورشت ما آماده شد. یه مقدار پلو ساده خودمون رو درست کردم براش و میخوام با اون سروش کنم، همونطوری که توی هند اینو سرو میکنن. خب ولی یه فرق کوچولو داره. توی هند برنج رو میکشن و خورشت رو روی برنج سرو میکنن، اما من چون خواستم یه ذره ایرانی تر باشه و بدونید که میشه از هر سبکی که دوست داریم استفاده بکنیم، من اینو میخوام الان سروش بکنم روی برنج به سبک هندی. مراقب باشم میذاره اینجا شیک کار کنم. خب این به این صورت میتونید سروش بکنید. قیافه خوب، رنگ و بوی خوبی که لحظه‌ای که میرید سر میز اینو میذارید روی میز، قیافه مهمونا و کسایی که دور میز نشستن میذاره دیدنیه. خب من یه مقدار از این خورشتش که خودشون بهش میگن کاری به روی برنجم اضافه میکنم که حسابی خوشمزه تر به نظر برسه، چون واقعا خوشمزه است دیگه. نمیدونم خوشمزه تر از این چی میتونه باشه. و از باغچه کوچولوم یه مقداری جعفری میخوام این دفعه اضافه بکنم. حالا این کوچولو هم بیش نیست، یه دفعه هوس کردم. میخوام بدونید که هر چی که هوس میکنید انجامش بدید، اگر قرار نیست قانون اون غذا رو عوض بکنید. خب یکم این جعفری و یکم بیش نیست. از این ما آماده است، امیدوارم حسابی ازش لذت ببرین و مثل بچهای پشت صحنه که الان آمادن تا کات بدن، شما وقتی که اینو میبرین سر میز مهموناتون حسابی سورپرایزتون کنن. روز خوبی داشته باشین، در پناه خداوند. به زودی میبینم.
عزیزان، من دکتر مریم هستم، پزشک و متخصص تغذیه بیماران. خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد که در کنار شما عزیزان باشم. برنامه امروزمون در مورد سرطان دهانه رحم هستش. دهانه رحم قسمت پایینی رحم هستش که به داخل واژن باز میشه. سرطان دهانه رحم زمانی رخ میده که سلولهای غیر طبیعی به صورت کنترل نشده در دهانه رحم رشد میکنن و اگر به موقع تشخیص داده بشه واقعا قابل درمان هستش و میتونه در مراحل اولیه بیماری کاملا کنترل بشه و از طریق تست پاپ اسمیر که یک تست کاملا ساده هستش این بیماری قابل تشخیص هستش. علت این بیماری توسط یک ویروسی هستش به نام HPV یا پاپیلومای انسانی که این ویروس از طریق تماس جنسی محافظت نشده به کسی که ناقل ویروس هستش به شخص منتقل میشه. انواع مختلف از این ویروس وجود داره. از طریق تست پاپ اسمیر پزشک به راحتی میتونه تشخیص بده که سلول‌های پیشساز سرطان وجود داره و در همون مرحله به راحتی میتونه کنترل و قابل درمان باشه. حالا علائم سرطان دهانه رحم چی هستش؟ معمولا علامت اختصاصی وجود نداره. معمولا خونریزی‌های غیر طبیعی در هنگام ارتباط جنسی یا درد در هنگام ارتباط جنسی وجود داره، ولی علامت خیلی خاص وجود نداره. کاملا میتونه مریض بدون علامت باشه و مبتلا به این بیماری باشه. تشخیص بیماری همونجوری که قبلا گفتم از طریق تست پاپ اسمیر به راحتی قابل شناسایی هستش. البته که اگر تست پاپ اسمیر مشکوک باشه پزشک سری آزمایش‌های تکمیلی رو برای بیمار تجویز میکنه. حالا میخوایم در مورد پیشگیری از سرطان دهانه رحم بپردازیم. همونجوری که قبلش گفتم اولین کار تست پاپ اسمیر هستش. دومین کاری که انجام میشه معمولا برای اشخاصی که سن کمتر از 26 سال دارن واکسن HPV تجویز میشه. البته در مورد واکسن HPV اتفاق نظر بین پزشکان وجود نداره، ولی در خیلی از کشورها این کار انجام میشه. و یکی دیگه که خیلی مهم هستش در حقیقت این که افراد اگر اصول اخلاقی رو رعایت بکنن و شریک جنسی متعدد نداشته باشن خیلی راحت‌تر این بیماری میتونه در جامعه کنترل بشه. خب عزیزان، فکر میکنم اون چی که واقعا لازم بوده ما در مورد سرطان دهانه رحم بگیم گفته شده. من نمیخوام زیاد در مورد جزئیات سرطان ها بحث بکنم، ولی و بیشتر هدف من این هستش که بتونم تو زمینه تغذیه و پیشگیری از بیماری های سرطان با شما وقت بذارم. خیلی خلاصه ما در مورد سرطان پستان و سرطان دهانه رحم با شما صحبت کردیم و میخوایم سرطان شایع دیگه که با شما در میون بذاریم سرطان روده بزرگ یا کولورکتال هستش. این سرطان به عنوان سومین سرطان شایع در مردان و زنان و دومین علت مرگ بر اثر سرطان در امریکا هستش، اما اگر زود تشخیص داده بشه قابل درمان هستش. معمولا بیماری موقعی بروز پیدا میکنه که سلولهای پوششی درون روده دچار تغییرات میشن. سرطان روده بزرگ معمولا با یک پولیپ خوشخیم شروع میشه. پولیپ مثل یک زگیل در ناحیه یه زگیل در روی پوست هستش. این پولیپ ها در سطح داخلی روده بزرگ شروع میکنن به رشد کردن و باعث میشن که اون بافت پوششی روده بزرگ دچار تغییر بشه و کم کم این پولیپ های خوشخیم میتونن تبدیل بشن به سلول های سرطانی، یعنی استعداد بدخیم شدن رو دارن. یک سری عوامل یا ریسک فاکتورهای وجود دارن که برای کانسر کولورکتال یا کانسر روده بزرگ خیلی قابل توجه هستن. یکی سن هستش. بیشتر در معمولا در افراد بالای 50 سال این بیماری رخ میده. سابقه پولیپ، سابقه انواع بیماری‌های التهابی روده، سابقه خانوادگی، سابقه سرطان تخمدان و سینه، همه اینها در حقیقت شخص رو میتونه مستعد بکنه به سمت سرطان روده بزرگ. یه سری عواملی هستن که ما میتونیم پیشگیری بکنیم و قابل کنترل هستن. مصرف محصولات حیوانی به خصوص گوشت‌های فراوری شده خیلی شخص رو مستعد می‌کنه به سرطان روده بزرگ. اضافه وزن به ویژه چربی‌های دور شکم هستش. مصرف زیاد دخانیات و الکل و عدم تحرک، تمام اینها عواملی هستن که موجب سرطان روده بزرگ یا کولورکتال میشه.
ببینیم علائم هشدار دهنده سرطان کولون چی هستش. معمولا سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه هیچ علامت هشدار دهنده ای نداره و وقتی که این سرطان پیشرفت کرد معمولا شخص با خونریزی مقعد، علائم گوارشی، درد در ناحیه شکم، کاهش وزن بدون علت، خستگی های مفرد بروز میکنه و این باعث میشه که در حقیقت بیماری پیشرفت کرده باشه و درمان بیماری در این مرحله خیلی مشکل هستش و اینا. به خاطر همین معمولا در خیلی از کشورها به خاطر اینکه این بیماری رو تشخیص بدن کاری که میکنن میان بیماریابی میکنن و کاری که انجام میشه برای افراد بالای 50 سال هر 10 سال یک بار کولونوسکوپی انجام میدن که بتونن این بیماری رو تشخیص بدن و در همون مراحل اولیه بیماری رو کنترل بکنن. خب عزیزان، تا اینجا ما در مورد انواع سرطان هایی که معمولا در خانم ها شایع هستن بحث کردیم، سرطان سینه، سرطان دهانه رحم و سرطان روده بزرگ. الان میخوایم ببینیم که حالا ما برای درمانشون میخوایم چه کار بکنیم. برای درمان در اینجا ما اصلا به درمانهای کلاسیک پزشکی مثل جراحی، شیمی درمان، رادیوتراپی اصلا نمیپردازیم و تاکید ما بیشتر بر روی درمانهای طبیعی به صورت تغذیه سالم و تغییر عادات غلط زندگی هستش. همونطور که در جلسه اول گفتم رفرنس ما از گروه PCRM هستش که دکتر نیل برنارد یک سری راهکارهایی رو برای درمان سرطان از طریق تغذیه صحیح ارائه داده، نتایج تحقیقاتی انجام شده و این نتایج و تحقیقات خیلی عالی بوده و میخوایم بر همون اساس این آگاهی رو به شما عزیزان بدیم که بتونید در این زمینه، در زمینه تغذیه سالم بتونیم پیشگیری بکنیم و حتی درمان داشته باشیم. حالا میخوایم ببینیم چه چیزهایی سرطان رو بدتر میکنه و چه چیزهایی باعث بهبود آن میشه. یکی از بدترین مواردی که باعث پیشرفت و گسترش سرطان میشه هورمون ها هستن. یعنی اگر خانمی سرطان سینه داشته باشه هورمون استروژن موجب تسریع رشد و گسترش اون میشه. دومین علت رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر هستش. حالا میخوایم ببینیم که ارتباط بین غذای پرچرب و کم فیبر و هورمون استروژن چی هستش. چرا هورمون استروژن باعث میشه که شخص مستعد بشه و باعث پیشرفت سرطان بشه؟ کلن هر چقدر چربی بیشتر باشه در بدن استروژن بیشتری هم تولید میشه و وقتی استروژن تولید میشه استروژن در وارد گردش جریان خون میشه و به دنبال سلول سرطانی است که سلول سرطانی رو گیر بیاره و باعث پیشرفت اون بشه. حالا میخوایم ببینیم که نقش فیبر یا غذای گیاهی این وسط چی هست. غذای پرفیبر کمک میکنه که بدن این استروژن اضافی رو دفع بکنه. حالا به چه صورت؟ کبد به طور مداوم خون رو داره تصفیه میکنه. اگر استروژن اضافی وارد جریان گردش خون بشه کبد اون استروژن اضافی رو میگیره، از طریق مجرای صفرا وارد روده میشه و در روده اگر فیبر اندازه کافی وجود داشته باشه استروژن رو از بدن دفع میکنه. خب حالا ما در نظر بگیریم که استروژن از طریق جریان گردش خون از طریق کبد وارد مجرای صفراوی شده، حالا وارد روده شده. اگر یک شخصی غذاش غذای کم فیبر باشه یا بدون فیبر باشه، یعنی اونجا گیاهی نباشه که بتونه اون استروژن اضافی رو بگیره، خیلی راحت اون استروژن دوباره وارد جریان گردش خون میشه و دوباره باعث رشد سلول‌های سرطانی میشه. یعنی دقیقاً مثل یک سیکل معیوب میمونه. استروژن اضافی، کم فیبر، چربی بالا، همه اینها باعث میشن که سلول‌های سرطانی رشد بکنن و بیشتر باعث پیشرفت و گسترش بشن. پس خیلی مهم هستش. حالا اگر یک شخصی توی غذای روزانش میوه به اندازه کافی بخوره، سبزیجات، حبوبات، غلات، یعنی فیبر کامل داشته باشه، اینها باعث میشه که اینها وارد روده بشن و اون استروژن اضافی دفع بشن. تو این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته. حالا من سعی میکنم چند نمونه از اونها رو برای شما باز بکنم که ببینیم واقعا مقایسه بکنیم برای دو نمونه که غذای پرچرب داشتن و از طرف دیگه اونهایی که غذای پرفیبر داشته باشن و چقدر تفاوت وجود داشته در نتایج درمانشون و پیشگیری و مداوای بهترشون. در یک دانشگاه ایالتی در نیویورک محققان 900 نفر از خانم‌هایی رو که مبتلا به سرطان سینه بودن مورد بررسی قرار دادن و دریافتند که به مرور زمان خطر مرگ در اونهایی که 1000 گرم چربی رو در ماه بیشتر مصرف کردن 40% افزایش داشته.
یه مورد دیگه در حقیقت تحقیق بوده که عکس این بوده، یعنی در مورد خانم هایی بوده که میزان چربی غذاشون رو کاهش دادن و فیبر بیشتری رو استفاده کردن و دیدن این خانم ها 24% احتمال این که به سرطان قبلی برگشت کنن کاهش پیدا کرده. پس رژیم غذایی خیلی عامل مؤثر هستش بر سرطان سینه و میتونه تفاوت خیلی زیادی رو ایجاد کنه. وقت برنامه ما تموم شده، ولی در مورد اثرات تغذیه برای درمان و پیشگیری سرطان هنوز یک سری مطالب باقی مونده که در جلسه بعدی حتما با شما در میون گذاشته میشه. خیلی ممنون که با ما بودین و امیدوارم که در جلسه بعدی شما عزیزان رو داشته باشیم. شما رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار. روز خوبی داشته باشیم. مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا، مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم، با تو بودم. ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان روحها را جا به جا کرد، دردها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای برها کرد. کیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش. برابره این عشق من.